سلام، زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. امروز می خواهیم که با هم بخش شفایی ست بیاینز، یعنی آزمون شفایی ست بیاینز کار کنیم و نمونی از تست های گویته و تست او استه. قبل از اینکه ما وارد بخش اول امتحان شفایی بشیم، در کل سه بخش داره که در این ویدیو بخش اول یا تایل اول کار میشه. ما یک مقدمه داریم، از شما خواسته میشه که خود معرفی کنیم و چند سوال هم باید از طرف مقابل خود داشته باشین که خود معرفی کنه، یعنی یک مکالمه کوتاهی داریم در مورد آشنایی با هم دیگر. در صورتی که پارتنر شما باشه با او، در صورتی که نباشه با کسی که از شما امتحان گرفته میشه، چند جمله در مورد معرفی کردن خود باید شما استفاده کنید. اگر از شما سوال میشه باید پاسخ بدین. چیزهایی که بیشترین کاربرد داره در اینجا استفاده شده، میتونید که از اینها کار بگیرید. این بخشی که در اینجا برای معرفی کردن استفاده میشه حتمیه، لازمه که شما در امتحان بلد باشین و استفاده کنین و هیچ نمره هم نداره. به طور مثال وی هایسن زی، او دا وی ایست هر نامه، ش هایسه، او دا مای نامه ایست فرهاد. هم سوال هست هم جواب. وهر کومن زی، ش کومه اوز افغانستان، وو وونن زی، ش وونه این برلین، وی لانگ لرنن زی شون دویچ، ش لرنه زاید سوای یاغن، او دا منات دویچ، وو هبن زی دویچ گلن، ش هبه این برلین دویچ گلن. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Persisch, Deutsch und auch ein bisschen Englisch zum Beispiel. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin Lehrer. Was ist Ihr Hobby? Mein Hobby ist Fußball. Meine Hobbys sind Fußball und Volleyball. اینها مقدمی هست که شما قبل از اینکه تایل اول شروع کنید باید از این جملات استفاده کنید. حتمی همگی اینها را استفاده کنید. در سطح آینز و آسوای یک بخش از امتحان شفای شما معرفی کردنه و ام نمره هم داره، اما در سطح بی آینز دیگه بخش اصلی گفته نمیشه و هیچ امتیازی نداره، فقط یک جمله، دو جمله، الی سه جمله در مورد از اینها باید شما استفاده کنید تا آشنایی با پارتنر یا همکار خود داشته باشید. تایل آینز. در کل در بخش گفتاری سطح بی آینز ما سه بخش داریم، یعنی امتحان سطح بی آینز بخش گفتاری سه بخش داره. تایل آینز سوای دقای تایل آینز میبینیم که موضوعی هست ساده. اگر شما کلمات پرسشی یا بفرگه ها بلد باشین، حداقل بفهمیم که کلمه پرسشی باید در جایگاه اول استفاده شد و فعل در جایگاه دوم و فاعل جایگاه سوم و در آخر هم شما علامه سوالیه بدین، شما میتونید خیلی راحت از تایل آینز، یعنی از امتحان بخش گفتاری سطح بی آینز، تایل اول نمره کامل به دست بیارین. البته شما راهنمایی بکنم و همچنین یک امتحان آزمایشی هم در آخر ویدیو داریم. تایل آینز زی سولن گمانزام میت هرم و دا هره پاتنر و دا پاتنری این آف گابه لوزن. شما میگه میبایستی همراه پاتنر خود یک وظیفه حل کنی یا یک تکلیفه حل کنی. زی زولن فور شلگه مخین و آف دی فور شلگه دس و دا دیر اندقن ریا گیرین. شما باید پیشنهاد بدین. پیشنهاد چی؟ یعنی یک پلان ریزی میکنیم، تر مثال به یک سینما رفتن، آخر هفته میخواییم به سینما بریم، شما باید پیشنهاد بدین چی ساحت، چی روز، کجا و چه چیزی باید بخرین یا با خود ببرین. پس همین میگم فرشلگه مخین. حالا شخص مقابل، پاتنر شما، کسی که با شما امتحان میده، در صورتی که غیر شما همان روز که شما امتحان بدین کسی دیگری هم باشه که او با شما امتحان کار میکنه، در صورتی که کسی نباشه، شخصی که از شما امتحان میگیره با شما این بخش انجام میده، پس او هم به شما پیشنهادات میده، یعنی که چیزی که شما میگیم رد میکنه و بعد پیشنهاد دیگری میده. میتونیم شما رد کنیم یا قبول کنیم. هیگه ماینونگ آوسن اونت سو اینم گمانزام هرگبنس کومن. شما باید نظریه خود، طرز فکر خود بتوانیم که در اینجا بیان کنیم. به یک رویداد رخ داده
شما باید که یه انجام بدیم با هم. و چیزی که مهمه شما باید بفهمید که وقتی که برای تایل اول داریم 2 الی 3 دقیقه، هر شرکت کننده 2 الی 3 دقیقه وقت داره که بخش خود انجام بده. اشپرشن تایل اینز زی هابن سوای وخن هورلاب گیمخت. حالا داره چیزی که وظیفه شمانه میخوای که توضیح بده برای شما. زی هابن سوای وخن هورلاب گیمخت اون هابن اینیگه نت دویچه کننگلن. شما 2 هفته تعطیلات انجام دادیم و 1 تعداد دوستای آلمانی مهربانی با اونها آشنا شدیم. For them and this Horlaps und before her bekannten wieder nach Hause fahren. میگه قبل از اینکه در پایان تعطیلات دوستای آشنایانی که شما به دست آوردیم دوباره به خانه خود برن. Möchten Sie eine Abschiedsparty feiern. شما میخواهید که یک پارتی یا جشن خدافیزی جشن بگیریم. Überlegen Sie, فکر کنید که was Hallestun ist und wer welche Aufgaben übernimmt. که تماماً چه چیزهایی باید انجام بشه و چه کسی کدام وظایف به عهده میگیره، یعنی به دوش میگیره. این چیزی هست که به شما خود در امتحان هست، این بخش به شما میده. شما اول یک راهنمایی میکنه که شما باید در مورد چه چیز شما یک پلان ریزی کنیم یا پیشنهاد بدیم و بعد دیگه موضوعات. پس این خود کتاب داده، خود امتحان داده. حال چیزی که بخش بعدی از شما بازم برای شما داده میشه این بخشه. اشپرشن زی اوبر دی پونت اونتن. در مورد نکات پایین صحبت کنیم. ماخن زی فورشلگه اون ریاگیرین زی آف دی فورشلگه هقه گشپرش پاتنس او دا هقه گشپرش پاتنس. حالا میتونه که پاتنر یا کسی که با شما آزمونر انجام میده یا امتحانر میده خانم باشه یا آقا باشه. اما چیزی که مهمه، خب داستان از این قراره که یک جشن خدافیزی قراره بگیریم، پس باید شما چیزی که از شما خواسته همین نکات باید شما انجام بدین. خیلی راحته و با هم کارم میکنیم این بخشه. حالا در اینجا ابشیتس پارتی ارگانیزیغن. ارگانیزیغن یعنی که سازماندهی کردن، تشکیل، منظور از اینه که ترتیب دادن. شما یک جشن خدافیزی یا پارتی خدافیزی ترتیب میدین. چیزی که شما باید در جریان مکالمه انجام بدین و روی از او برنامه ریزی کنیم. وان پارتی تاک اون اوورسایت. یکی میپرسه چی زمان پارتی شروع میشه و بعد روز و اوورسایت اینها با شخص مقابل باید بگه که به فلانه روز فلانه ساعت. و فاین کجا برگزار میشه؟ به فلان جا، حتما داخل باغ، ترمسال، تالار یا جای دیگه. واس این کافین چه چیز خریده میشه؟ ترمسال ایسن اون گیترین که قضاها اینها میشیدن یا اینها. ور برینگ موزیک می، چه کسی موسیقی با خود میاره؟ شما کافیه که همین چند جمله سوالیر و فرگر کامل کنیم، سوال کنیم و شخص مقابل در مورد چیزهایی که داده شده جواب سوال بده. خیلی راحته و هر کدام 2 الی 3 دقیقه وقت داره. حالا ببینیم که در اینجا راهنمایی که شما میکنیم چیه. حالا بخش تمرینی تایل اول با هم کار میکنیم. دیز تایل در پروفونگ ایست این اولنشپیل. این بخش در امتحان میگه یک بازی نقش آفرینی. زی بیکومین این زیتواتسیونس بشغایبونگ اون دی آفگابه. شما دریافت میکنین یک توصیف حالت و وظایف. میت هرم پاتنر و در هر پاتنرین این گیمان زام اکتیویتیت سو پلانین. شما با پاتنر یا شریک یا همکار خود با هم یک فعالیت پلان ریزی میکنین. اس وردن فیر پونته فور گگیبن. حالا در اینجا ببینید که گفته 4 پوینت یا نکته باید چکار شه. در اینجا باید عملی شه. اوبر دی گیمان زام اشپرشن زولن و با هم میبایستی صحبت کنین. زی زولن فور شلگه مخین. شما باید پیشنهاد بدین. اوند او فور شلگه دس پارتنرز او در پارتنرین ریاگیرین و باید روی پیشنهاد پارتنر خود
شما عکس العمل نشان بدین. شقیت اینز، حالا در اینجا چیزهایی هست که شما رو کمک میکنه تا از این تایل بیترین نمره و دست بیاریم. شقیت اینز سیتواتسیونز بشغایبونگ اونت آفگاب گناو لیزن و توصیف حالت و همچنین وظایف میگه دقیق بخونیم ببینیم از شما چی خواسته. لیزن زی دی سیتواتسیون گناو، وضعیت یا حالت دقیق بخونید. دامت زی فشتین، به این منظور که بفهمین، درک کنین و سر قول ایست به که چه چیز رول یا نقش شما هست اوند و زی تون زولین و چه چیز میبایستی شما انجام بدین. اشتلین زی زیش دی سیتواتسیون گناو فور، و دقیق باید شما ایر تصور کنیم یا معرفی کنیم. شقیت سوای، چیزی که باز شماره دوم برای رهنمای شما داده شده، سو یدم پونت کورس نوتیت زین مخین، به شما اجازه داده میشه کاغذهای کوچکی با خود داشته باشین و قید میتل ها و چیزهای پونت های مهم را یادداشت بگیرید تا در جریان مکالمه بتونیم که از اونها کمک بگیرید. مخین زی زیش وگن در فور برایتون سایت کورس نوتیت زین، به شما در شروع هر تایل یک چند مدت کوتاهی برای آمادگی و وقت داده میشه، میگه در همین وقت در جریان وقت آمادگی میگه خیلی کوتاه یادداشت بگیرید. نوتیسین زی سو یدن پونت فور شلگه، برای هر بخش یا هر نکته میگه چکار کنیم شما یادداشت بگیرید. دامید زی اکتیف امگیش بقیش تایل نمین کنه، به این منظور که خیلی فعال در مکالمه شما شرکت کرده بتوانیم. اوبرلگن زی آف، و همچنین فکر کنیم وی زی دست کشورش بگینین کنیم که چگونه شما مکالمه شروع کرده میتوانیم. حال چیزهایی که باید یادداشت کنیم هست، نگران نباشین. شقید دقای انقید فرم کلیرین، ولی در اینجا گفته که همون تعیین کنیم که فرم مناسب برای خطاب کردن شخص مقابل خود. یعنی چی؟ این شایدن زی، تصمیم بگیریم اوب آیا دو اودت زی. از اول مکالمه شما باید تصمیم خود بگیریم که با پارتنر خود میخواییم که دوستانه مکالمه داشته باشین یا رسمی. نمیشه که شما یک بار از زی استفاده کنین، یک مرتبه از دو، کاملا اشتباهه. یا دو یا زی، معمولا به نظر من زی بهتره چون صرف فعل لازم نداره، اما دو بعضی از فعل‌ها بی‌قاعده و کاملا تلفظی هم فرق میکنه و مشکل هم هست پسوندهای فایلی. ون زی اون زیش از زن، و بعضی موقعی که شما این اطمینان نداره، مطمئن نیستیم که کلیغن زی دی فقط گلاش، میگه واضح کنیم سوال خوده سوگ اشپقش بگینین میتقیم و دا هی هقیم و دا هقیر پاتنر و دا پاتنرین، با پاتنر گفتگوی خود در موقع شروع کردن میگه واضح کنین که با تو با دو مکالمه کنم یا زی، هر کدامی که راحته، یعنی از او سوال کنیم. شقید فیه دستگیش فقش فورن، میگه مدیریت کنین مکالمه، فرشلاگین فقاگین ریاگیرین، پیشنهاد بدین، سوال کنی و عکس العمل نشان بدین. فورین زی دستگیش فقش میتهقیم او دا هقه پاتنر او دا پاتنرین، یعنی میتونه پاتنر شما مرد باشه یا زن باشه. مدیریت کنین میگه رهبری کنیم همین مکالمه با پاتنر خود. مخزی فرشلگه پیشنهاد بدیم، ریاگیرین زی آف فرشلگه اون فقاگین زی نخ، روی پیشنهادات عکس العمل نشان بدیم و سوال کنیم. وین زی اتواز نیشت فرشتندین هبین، موقعی که شما چیزی متوجه نشدین از او بخواییم که دوباره سوال خود تکرار کنه یا آرومتر صحبت کنه یا واضحتر صحبت کنه، از او بخواییم که به شما شکل واضح‌تری موضوع توضیح بده تا شما متوجه شید. بهتره از این که جوابی برای گفتن نداشته باشین. اختن زی داغ آف دست زی ام پروفونس گشبرش این اکتیو قولن هبین، میگه توجه کنیم به آن که شما در امتحان یا آزمون گفتاری یک نقش فعال دارین. زی حالز نیشت ایمان نو یا نو او دا یا او دا ناین زگین، شما همچنان نمیتونیم که همیشه فقط یا یعنی بله و یا نخل بگین، زندن ایگن ایدین آوزنش، بلکه شما باید یک نظریاتی بیان کنین.
Die folgende Rede mittel können Ihnen bei diesem Prüfungsteil helfen. همین قیده مثل هر شما میتونه که در این امتحان یا بخش تایل اول امتحان شفاهی کمک کنه. کافیه که از هر بخش یک جمله یاد بگیرین و همین میتونه که شما منظور از یادداشت که میگه بگیریم چیه؟ همین حال زود پیش خود یادداشت بگیریم و بعد میتونید که از اینها کمک بگیرید. پس در اینجا چند در هر بخش چند جمله داده شده، شما هر کدامی که راحته با او، یعنی می فکر میکنید و فکر شما باقی میمونه، از همو استفاده کنید. It was vorschlagen، چیزی پیشنهاد دادن. Ich glaube oder ich denke، من فکر میکنم، فرقی نمیکنه، یا ich glaube یا ich denke استفاده کنید. Wir sollten، ما میبایستی. پس در اینجا ما میبایستی چی انجام بدیم؟ به طور مثال روز شنبه، نه یک شنبه باید جشن بگیریم. Wir sollten و بعد فعل دیگری که شما استفاده میکنه میره آخر جمله. Ich schlage vor، من پیشنهاد میدم دست که چه چیز. ما باید به طور مثال در باغ جشن بگیریم. Ich habe eine Idee، من یک ایده دارم. و دار ich habe einen Vorschlag، حالا چی است؟ پیشنهاد یا ایده شما بیان میکنید. Vielleicht wäre besser، میگه شاید بهتر باشد اگر. به طور مثال شنبه ساعت 2 نه ساعت 4 ما بگیریم. پس اینها برای پیشنهاد دادن استفاده میشه. کافی یکی از اینها رو استفاده کنیم، هر کدام که ساده تره راحت تره. سو اشتیمن، حالا پیشنهاد داده شد، شما دو حالته، یا قبول میکنی یا رد میکنی. اگر قبول کنی میتونی از این جملات استفاده کنی. یا das ist eine gute Idee، یا das ist ein guter Vorschlag، یک ایده خوبیه، یک پیشنهاد خوبیه. تمام. Das gefällt mir، so machen wir das، پسندم شد انجامش میدیم. Das finde ich gut، super، prima، یکی از این صفات باید استفاده شه، گود، زوپا و دا پریما، هر سه نباید استفاده کنین شما. ویتر فندش فیشتش، حالا این به نظر گفته به نظر من عالیه. ویتر فندش فیشتش و باز چیز دیگری هم که من فکر میکنم مهمه، دست، چه چیز مهمه؟ ایش بین داینر و دا هگر ماینوم، در صورتی که دوستانه بود، ایش بین داینر ماینوم، منم نظر طور دارم. ایش بین هگر ماینوم، منم نظر یا طرز فکر طور دارم، دوستانه و رسمی. ویا موسین اخ نخ، ما مجبوریم همچنین چی انجام دیم؟ استفاده میکنیم. پس اینها یک جمله شما یاد بگیریم برای سو اشتیمه، چون به شما زیاد زمان نمیده که شما یک مکالمه یک ساعتی انجام بدیم، بلکه در کل 6 دقیقه هر دو نفر، هر دو شرکت کننده وقت داره. پس 3 دقیقه شما، 3 دقیقه طرف مقابل. ابلینن، اگر شما خواسته باشیم که پیشنهاد طرف مقابل رد کنیم، از این جملات استفاده میکنیم. دست فندش نیشت گود، فکر میکنم خوب نیست. ایش هبه اندقه ایدی، من ایدی دیگری دارم، چی است؟ بیان میکنیم. ایش گلاوبه، من فکر میکنم دست ایس کاین گود ایدی، که این یک ایدی خوبی نیست. استوت می لایت ابا ایش کن دیا نیشت سو اشتمی، من نمیتونم که تو قبول کنم، یعنی امو پیشنهاد تو، در صورتی که دوستانه بود دیه، در صورتی که رسمی بود اینه. و حال بعضی مواقع میشه که شما به شک و تردیدیم، سوایفل از دقوکین، در این صورت شما شک دارین که قبول کنین یا رد کنین، از این جملات استفاده میکنین. ایش وایس نیش، من نمیدانم. فیلایش زولتن ویا لیبا، شاید میبایستی ما بهتره که فلان کار انجام بدیم. ایش فنده ایس بسا، من فکر میکنم بهتره وین اگر چی چیز، وقتی که وین استفاده میشه فعل به شکل صرف شده میره آخر جمله. فیلایشت از تو قشت، شاید تو حق داری یا درست میگی. وی دورفین ابا نیشت فرگسن، ابا ما میبایستی که یا ما اجازه نداریم که فراموش کنیم دست، چه چیز، فعل میره آخر جمله به شکل صرف شده. دست سو وار این گنس گوتا فورشلکت، ابا دست است so das ist so war kein schlechter Vorschlag aber، پس در اینجا در صورتی که خوب باشه گوتر، در صورتی که بد باشه kein schlechter Vorschlag، یعنی پیشنهاد خوبیه، اما یا پیشنهاد بدیه، aber یعنی اما،
و ببینیم که باز در مقابل ازش شما چی میتونه استفاده کنید. پس در اینجا پیشنهاد داده میشه، شما یا باید قبول کنید یا باید رد کنید، و در صورتی که شک و تردید داشتین از این جملات استفاده کنید. از هر بخش فقط یک جمله یاد بگیرید، تمرین کنید و بعد انشالله که نتیجه خوبی هم به دست میارید. حالا در اینجا ببینیم که با هم گفتیم که همین بخش در آخر شکل تمرینی کار میکنیم و ببینیم دو شرکت کننده در آزمون گویته و اوسته امتحانی و همین قسمه، ببینیم که چگونه انجام بدن و شما میتونید که همین قسم انجام بدیم تا الان آیا بده. مدل تست 1 مدول سپرشن سی هورن نون این پروفونس بایشپیل سم مدول سپرشن تایل 1. Okay, herzlich willkommen zur Prüfung. Sie kennen mich schon, ich bin Hans-Jochen Schulze und meine Kollegin. Friederike Jean ist mein Name. Und vielleicht präsentieren Sie sich am Anfang kurz. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Okay, also ich heiße Silvia und ich komme aus Italien. Ich habe Deutsch im Gymnasium gelernt und ich bin hier, um Deutsch zu verbessern. Ich heiße Patrick, ich komme aus Italien und ich habe Deutsch bis mein wissenschaftliches Lyceum gelernt, aber für ungefähr 7 Jahre ich habe kein Deutsch gesprochen, so ich bin jetzt hier. Und wie lange sind Sie in Frankfurt? 3 Wochen. 3 Wochen. Und Sie bleiben noch eine Woche und dann fahren Sie zurück? Ja. Sie wissen, die Prüfung hat 3 Teile und in dem ersten Teil geht es darum, dass Sie gemeinsam über ein Thema sprechen. Sie haben Urlaub gemacht, Sie haben Deutsche im Urlaub kennengelernt, das ist schön. Und am Ende des Urlaubs möchten Sie gerne eine kleine Party zusammen machen. Und jetzt ist Ihr Job, organisieren Sie diese Party zusammen. Okay. Hallo Silvia. Unsere deutschen Freunde gehen übermorgen zu Hause zurück in Deutschland. So ich habe gedacht, dass wir müssen eine kleine Party für ihren Abschied zu feiern. Ja, ich bin einverstanden und wir können vielleicht die Party am Wochenende machen. Was denkst du? Ja, ich glaube, dass wir sollten eine Party am Abend machen und vielleicht am Strand. Ja, toll. Ich glaube, dass Strand ein guter Platz ist, weil wir nicht die anderen Leute stören. Ja, genau. Und wir sollen ein paar Flaschen Alkohol bringen und Cocktails machen. Und jemand soll was er liebst mitbringen. Okay, also du kannst die Getränke kaufen und ich kann das Essen kaufen. Zum Beispiel ich kann die Süßigkeiten kaufen oder auch eine Torte backen, weil meine Mutter mir gegeben hat eine neue Rezept und wir können es probieren. Jetzt gut. Ein Freund von mich ist ein DJ, so vielleicht kann er rufen und wenn er Zeit hat, kann er Musik spielen für uns und unsere Freunde. Ja, gute Idee. Bis morgen. Tschüss. Gut, das klingt nach einem sehr schönen.